سلام رفقا، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخواییم تغییر صدای همایون شجریان رو در طول دوره هنریش با هم دیگه بررسی کنیم. همایون شجریان، شاهزاده موسیقی فارسی، هدیه ای از طرف محمد رضا شجریان به موسیقی ما. همایون شجریان به این صورت نبود که از همو اول و به صورت یهویی شروع کنه کارهای مستقل دادن. ابتدا با پدر در کنسرت ها شروع کرد با نواختن تنبک و کم کم یه سری همخوانی ها رو با ایشون انجام داد و حدودای سال 82 بود که اولین ترک رسمیش، حالا نمیدونم اولین ترکش واقعا آهنگ هوای گریه بوده یا نه، ولی یکی از اولین ترکاش هستش. ما میخوایم از سال 82 تا الان رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم سبک همایون شجریان و صداش چه تغییری پیدا کرده. خب رفقا، دو سال رفتیم جلو، اسم ترک جلوش میاد و تاریخ انتشارش هم که هستش. حالا ممکنه بعضی از تاریخ‌های انتشار دقیق نباشه، ممکنه مثلا یه ترکی یه سالی ضبط شده باشه، بعدش مثلا یکی دو سال بعد بیاد بیرون، ولی بالاخره اون رونده منطقی هستش. ستاره ها نفته در آسمان. این هوای گریه واقعا یکی از ترک های بی نظیر همایون شجریان بود و من یادم هست اون موقع خیلی دوست می داشتم این ترک رو و اکثر افراد جامعه هم این ترک رو گوش دادن. پرتو نور روی تا هر نفسی ببینید، صدای شجریان نسبت به همایون شجریان نسبت به استاد محمد رضا شجریان یه خورده خش بیشتری داره به قول عموم، یعنی استاد محمد رضا شجریان صدای بسیار صافی داره. اینجا میبینیم یه خورده در سال 88 که این ترک رو داریم گوش میدیم یه خورده اون صدای صافتر شده. اینجاست که آهنگ چرا رفتی، یکی از بهترین ترک‌های همایون شجریان، اون موقع هم خیلی گل کرد. اینجاست که اون سبک و سیاقی که ما الان از همایون شجریان میشنویم شکل گرفته، یعنی 10 سال بعد از شروع فعالیتش. و اینجا این همایونه که الان ما میشناسیم همین همایونه که از سال 92 استارتش میخوره. جامی و بطی و مربطی در لبه که از من که بین بود آدم پرسه می زده من نیز چه باشه. اگه توجه کرده باشین همه آهنگ ها سالهای زوج هستن، چون من دو سال اومدم جلو، ولی تصنیف قلاب و اصلا کلن آلبوم قلاب و من بسیار دوست میدارم، یکی از آلبوم های بی نظیر همایون شجریان هستش از نظر من. حالا شاید دوستان نظری دیگه ای داشته باشن، خیلی فوق‌العاده است و به نظرم اوج کارهای همایون شجریان، یکی از آلبوم هایی که واقعا بی نظیر بود همین تصنیف قلاب بود. یه سری ترک های دیگه مثل آرایش غلیظ، اونا رو من قبلا به نوع دیگری بررسی کردم، به خاطر همین نیاوردم دیگه اون رو و تو سالهای فرد بودم بجز آلبوم قلاب و این تصنیف که من دیگه نتونستم ازش بگذرم. خب رفقا، حدوداً 11 برش از زمان فعالیت همایون شجریان رو با هم دیگه گوش دادیم. از سال 88 دیدیم اون صدای خورده صافتر داره میشه، سال 92 سبک همایون شجریان شکل میگیره و به نظرم آلبوم قلاب یکی از اوجهای همایون شجریان هستش. حالا ایشون امیدوارم که در آینده کارهای بی نظیر دیگری مثل همین کارها برای ما بخونه که بتونیم لذتش رو ببریم. جالب اینجاست، زمانی که ما با یه خواننده سنتی روبرو هستیم، تازه در 45 سالگی، در 40 سالگی اون صدایش داره شکل میگیره، ولی زمانی که با یک خواننده موسیقی پاپ برخورد داریم میبینیم که
در 50 سالگی دیگه عمرش تموم شده، دیگه اصلا کاری اجرا نمیکنه. خیلی از خواننده‌های پاپ هستن، مخصوصا از دهه 60 و دهه 70 که الان واقعا دیگه فید شدن، اصلا ما ترکی از اونا نمیشنویم. اگر خواننده مد نظرتون بود حتما بهم بگید که تغییر صداش رو بررسی کنم. خیلی مخلصم، تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.